بسیار دیشمگر و شلوم و زودستان عزیز، با فرارستن پارشای قورخ همه بیاد اختلافات و بهانه‌گیری های قورخ و جماعتش از مشربنو و ارمکان میفتن. ولی موضوع بسیار مهمی که همیشه گفته میشه مخلوقت قورخ و عداتو، اختلافاتی که قورخ و جماعتش دارن و هیچگاه گفته نشد مخلوقات بسیار قورخ و موشه. چرا؟ به علت که هیچگاه مشربنو به دنبال مخلوقت و به دنبال بحث و جر و دعوا نبود و همیشه دنبال روی شالوم و احوا بودن. هیچگاه به دنبال مقام طلبی یا ثروت اندوزی نبودن، نه خودشون، نه میریام و نه اهرام. در نتیجه هیچگاه نام اینها در مجادلات یا برامی قورخ ذکر نمیشه. قورخ اعتقاد داشت که نه موشه ناوی هست و نه ارمکوین کوین گادوله و نه تورا از شما ایم داده شده. مشربنو از بیکاودی که نسبت به خودش و یا برادرش میشد اعتراض نمی کرد، ولی توهین به تورات نقدوشا برای مشربنو به هیچ وجه قابل درک و تحمل نبود. روی همین اصل توهین به تورا آنچنان برای مشربنو سنگین بود که به هشم گفتش که التفن، حتی تشوی اونها رو قبول نکن. پرقی آوت در فصل پنجم میشنای هشتمش میفهمد که 10 چیز هست که هنگام غروب آفتاب به نشما شد روز ششم آفریده شد، عبارتند از دهانه زمین و که در قضیه قورخ بود که در این پارشاست، دهانه چای میریام، قدرت نطق و دهان ماده الاغ بلعام، قوس و قزح، مان به اصطلاح اون عصای مشربنو، کرم شامیر و حروف الفبا و همچنین خطوط که روی دلوحه ظاهر شدن. اینا همگی البته چیزای دیگه هم هست که میفهمون، مثل اجنه و یا اینکه اون قوچ و چیزای دیگه هم هست، ولی خب بحث اصلی اون قسمت اوله. در پارشای این هفته ما شاهد دهانی زمین هستیم که قورخ و جماعتش رو میبلعه و در پارشای خوخت هفته آینده ما دهانی چاه میریام رو شاهد خواهیم بود و بعد از اون دهانی الاغ، دهان الاغ بلعام که صحبت میکنه و اون هم در پارشای بلاغ هست. مسئله بسیار جالب این که هر سه پارشا، قورخ، قوقت و بلاغ، حرف قوف رو دارن همراهشون. قورخ قوف در اول کلمه داره، قوقت حرف قوف رو در وسط کلمه داره و بلاغ حرف قوف رو در آخر کلمه. منظور چیست؟ در سفر دودای یعقوب می نویسه که این سه تا قوف رمز قدوشایی هست. رمز قادوش، قادوش، قادوش هست که ما سه مرتبه میگیم. یعنی چی؟ یعنی که حرف قوف که در اول نام قورخ هست دلیل به قدوشایی پدر و پدر بزرگ و جد قورخ هست، که قورخ می‌دونیم در ابتدا قدوشایی مخصوص به خودش داشت ولی متاسفانه با تحریک همسرش این قدرت و قدوشایی اون از بین رفت. حرف قوف که در وسط نام کلمه خوقت هست قدوسیت گاو قرمز مثل پارادوما رو به ما به نمایش میذاره که این قدوسیت منحصر به خودش هست. و قوف آخری کلمه بالاق قدوشایی زمان آینده بالاق رو نشون میده که روت هم آوی مادر بزرگ داوید ملخ از سلاله بالاق خواهد بود و نهایت و پایان اون سلاله بالاق با قوف آخر قدوشایی در آخر، در آخر مقدس خواهد بود. خزان می فهمن که قورخ بسیار خاخام بود.
او رو وقت خودش داشت، ولی میدید که شموئل حناوی از نواده های او خواهد بود که همه مثلا شموئل حناوی همتراز با موشه رابینو و ارکوین هست، همطور که میفرماد موشه و هارون به خواناو و شموئل به قرشمو. این موضوع باعث انحراف او شد که فکر کنه که پس باید اون کوین گادول باشه نه ارکوین. قورخ فراموش کرد که کوچکترین صحبت که میریام در مخالفت با موشه کرد به چه طریقی تنبیه شد. به هر حال قورخ و اون 250 نفر هم دستانش و بقیه مردمی که دنبال روی اون بودن به سه طریق تنبیه و کشته شدن. در مورد اول 250 نفر هم دستان قورخ که اومدن قطورت رو آوردن و اون مجمری آوردن که به اصطلاح بخور بود، توسط همون از بین رفتن و سوختند. سپس زمانه اون زمین که دهان باز میکنه و قورخ و تمام خانوادش رو حتی ثروت و امکاناتشون تمام اموالشون در زیر زمین فرو میرن که میبینیم که قورخ علاوه بر اینکه در زمین فرو رفت، در اون تنبیه اولی یعنی سوختن توسط قطورت هم اون شریک شد و این دو تنبیه رو در برای اون گذاشتن. و سوم بعد از اون هم نوبت دنبال روی مثلا اون مردمی که دنبال قورخ بودن که گول حرفای او رو خوردن و فریب خوردن و حدود 14700 نفر از این جماعت از بین رفتن که در اثر یک اپیدمی یا اینکه یک مرض و ویروس بود. سپس موشه رابینو به هارون دستور داد که با انجام قطورت و بخور این ضربت و مرض رو پایان بده. در سفر تورات خیم می فرماد که شخصی که خطایی رو انجام میده و بعد تشوه میکنه تا چند مرتبه میتونه تشوه کنه، چند مرتبه عشان قبول میکنه تشوهاشو، می فرماد که حد اکثر تا 4 مرتبه به اون فرصت میدن که واقعا تشوهای درست و کامل کنه و بعد از اون دیگه تشوهای اون قبول نیست. موشه رابینو به قورخ فرمود که بقر به یاده اتشلو. موشه رابینو فوری دست به کار تنبیه اونها نشد که بخواد ازش میکنه تنبیه کنه، فکر کرد که شاید اونها به چادرشون برگردن و توبه کنن و یا همسرانشون به اصطلاح مانی اونها بشن که اونها رو از این خطا باز دارن و یک جدایی باشد بین روشنایی و تاریکی که حالا گفت فردا صبح بیاید، یعنی شب و روز اینا بتونن درک کنن که تفاوتی باشه بین جهل و دانش. در مزمور پیدالت 84 ما لمسه خلقی دیلی بین قورخ رو میبینیم. در مزمور 87 هم تو لیبین قورخ مزمورشی رو میبینیم. در مزمور 88، در مزمور 74 هر سیون که میفرماد و همچنین مزمور 76 مزمور لآساف، در مزمور 79 مزمور لآساف باز الوکیم با او گوییم، تمام این مزمورها که ما اسم بریم و بازم هستن هنوز حاکی از تشوهای پسران قورخ داره که تشوها کردن و نجات پیدا کردن لحظات آخر و همراه خانوادشون یعنی پدر مادرشون ها به قعر زمین فرو نرفتن. به همین دلیل روز روششان ما قبل از نباختن شفار 7 مرتبه میزمور لیبن قورخ مربوط به فرزندان قورخ میخونیم که هشین برخ تشوهای ما رو همانند تشوهای پسران قورخ مورد اجابت قبول بده. ببینیم که چقدر تشوها درجه بزرگی داره که حتی روز روششان ما قبل از تقیت شفار این میزمور رو 7 مرتبه میخونیم. در آغاز پارشا مشاهده میشه که قورخ همراهانی داشت مانند داتان و ابیرام و فرزند الیاب بودن و اون بن پلت که از سبت روون و فرزندان اونا بود، ولی زن اون بن پلت همسرش رو از
مرگ حتمی نجات داد. چطور؟ فهمان که خوخمت ناشیم بانتا بتا، اون حکمت زنانه است که خونه رو آباد میکنه. همسر اون بن پلت با حکمت زنانه همسرش رو در قضیه قورخ اومد سردش کرد و او رو تشویق کرد که کناگیری کنه و موفق شد همسرش رو از مرگ حتمی انجام بده. ولی همسر قورخ متاسفانه با تحریک قورخ همسرش باعث نابودی خود و همسر و خانواده و تمام اموالشون شد. ببینیم که اینجا مثلا همسر قورخ نخواست شوهرش رو آرام کنه و باعث تنبیه و مرگ خود، همسر 250 نفر از نسیم و 14700 نفر جماعت اسرائیل شد. ولی حیف اگه که اون حسادتی که در جلو چشمان قورخ و همسرش بود جلو چشمان اونها رو نگرفته بود، دیگر حقایق معنایی به خصوصی داشت و واقعا میتونستن اینا درک کنن و میتونستن راه اصلی رو پیدا کنن که از مرگ نجات پیدا کنن. ما در هر شب شبات میبینیم که هر یهودی قبل از قیدوش سودی هست که میخونن اشت خیل میمسا. این شلمو در کتابشون یادداشت کردن این شیرا رو هست، ولی اصل و پایی این شیرا از ابراهام آوینوه که زمانی که سارا همسرشون فوت میکنه این سرود رو براش سر میدن. این سرود همون سرود معروف شب شبات هست، اشت خیل میمسا، که این سرود رو یهودیان جهت تشکر و قدردانی از همسرانشون بابت زحمات شبات، بابت آباد کردن منزل، بابت تشکیل خانواده، بابت آوردن شخینا به منزل و سرسفره دارن و تشکر از اقاچو خوب به جا میارن که باعث مثلا بابت اون تمام زندگی و نخطهایی رو که دارن. و حالا ما اینجاست که باید با به همین ترتیب قدردانی داشته باشیم و این سرود رو همیشه با جان و دل ادا کنیم. با آرزوی شباتی پر از سلامتی و آسایش و امنیت برای همگان، شبات شلوم و مبارک.